آخه رفته تو ساندویج چی بدوزی تو؟ جان بسته باگت رو دوزید. به باگت هم رحم نکردم. سلام سلام سلام، بچه‌ها امیدوارم کارتون حسابی خوب باشه. من راشه کمانگیر هستم، به کانال یوتیوب من حسابی خوش اومدید. امروز بعد از مدت ها میخوام بریم سراغ پارت جدید دوزی عجیب و غریب توی ایران. بزن بریم. بریم سراغ ویدیو اول، سرقت عجیب درب منزل در خوزستان. درم اگه میدوزن؟ آره با در خونه رو بردن، قشنگ انداختن پشت وانت. اینا دیگه به خودشون سختی نمیدن برن تو خونه رو بگردن یه چیزی قیمتی پیدا کنن، همون در میبرن، راضی هم به همون قانع هم دیگه. ولی فکر کن صابخونه وقتی برمیگرده خونه میبینه در نیستش. عجب، حتما این درهای پولی هم میشه دیگه واسه اینا. بله اینم که بار زدن و آماده تحویل. خدایی من دوزی از در منزل تو رو نهیده بودم تو زندگی، حتی نشیده بودم، نم شما شهیدی یا نه. خیلی جالب بود. خب اینجا چه خبره؟ دوربین مخفی داریم و یک آقایی که مشکوک میزنه. جان نه حالا بود، چی بود بعد به اونم رحم نمی کنید؟ یعنی چی؟ واقعا این دوزی خیلی عجیب غریبه، قبول دارید؟ سلام، در 207 دوزیدم جان. خب این قسمت مثل که فقط ما دوزی از در داریم، حالا فرق نمی کنه در خونه و در ماشین. خودم بهش دقت نکرده بودم، در ماشین هم میدوزن. بریم سراغ ویدیو بعد ببینیم در کیو دیگه میدوزن. اوه چقدر راحت. این ویدیو واسه ایران نیست شاید اشتباه نکنم، ولی جالب بود چقدر سریع تسلیم شد پسره. تو یک ثانیه تحویل داد رفت. بکنم سریع تا این دوزی تاریخ لقب بگیره. اینجا چه خبره؟ خانم اومد داخل. اوه دارن نماز میخونن اون تو که دمپایی ها رو میخوام بدازم. او زنه رو خف کردن. ای بابا زنجیرش رو بردن. من اولش یکم این سه نفر همدست هم میخوان یک کاری بکنن، نگو زنه خودش تومه بود بدبخت. در چرا اینجوری باز بود؟ چند بار سالا دستگیر شدی؟ تو کل عمرم زیاد بارم بار 20 بار بالای 20 بار به گفته خودش دستگیر شدن و ادعا میکنن هر ماشینی رو میتونن به سرقت ببرن. اوکی هر ماشینی. بله چطور؟ ماشینی که خوشم بیاد تو خیابون ببینم میارمش. کیلش دار باشه، خیلی دیگه مثلا چیز باشه، جرثقیل نمی میذارم میاد میزنه میاد. جان مدارک از شما نمیخواد؟ جرثقیل خودم هم دیگه، مدارک چی میخواد؟ جرثقیل خودتو هماهنگ میکنه بیان ماشین رو برمیداره خودشه جرثقیل. قفل فرمون؟ قفل فرمون مثل آب خوردن اصلا. قفل پدال چی؟ قفل پدال که چیز سرکاری اصلا تأثیری نداره. دزگیر؟ دزدی مهم نیست، 30 ثانیه دزدی قطع میشه تموم میشه رو بیا. چقدر حرفه‌ایه. جی پی اس هم معنی نداره، من یه فندکی میذارم تو ماشین، کل جی پی اس ماشین کلا قطع میشه تا موقعی که بری یه جا خودت پیداش کنی. کلا تکنولوژی در مقاله آقا حرفی واسه گفتن نداره، از پس همشون بر اومده. مردم چیکار کنن که نذاری ماشینشون رو ببری؟ مردم کار ازشون بر نمیادش، تنها راهی که دارن میتونن کاری کنن که کار ما یه خورده سخت‌تر شه، پیگیری‌تر شه. یکی از اون کارها اینه دزگیر تصویری بدازن. دزگیر تصویری تو خونه هم ریموتش صداش در میاد، موقعی که من میام قطع میکنم دزگیر رو ریموت خونه میفهمی، شما میتونی برسی خودت رو دمه در. البته برسی هم دمه در من رفتم و ولی خب حداقل میتونی ببینی ماشین داره میره. اینقدر خودش مطمئن و اعتماد نفس داره که میگه فقط شما شانستون اینه که ببینین دارم من میرم با ماشینتون. چقدر جالب بود. خب اینجا دو تا خانوم رو داریم. مویل آلن سر ملن اسپیکر گذاشت توی شهر باره.
آره اینا این سپیکر رو راحت تو ویترین نگاه کرد، موبایل آلن سر ملن و بعدم خیلی راحت قیبش کرد تو شلوارش. موبایل آلن سر ملن، حالا آدرس هم میده. خب دیگه چی دزدیده؟ بازم رفت سراغ بعدی؟ تابلت هم مورد چهاردهی قرار گرفت. اوه پسره چقدر ساده است، سرش پایینه اصلا نگاه نمی کنه بالا رو. بله فروشنده حواسش نبود. این شلوارش چقدر جار داره مگه همه چی میذاره؟ بله سرقته. عجب عجب عجب، عجیبه واقعا عجیبه. این یکی از بچه‌ها واسن فرستاد، یکی از شاگردای دوزی ظاهرن که با یه متن خیلی خوشگلی و یه دستخط قشنگی یه تکسی یه متن می‌نویسن و می‌ذارن جلوی شیشه‌تون. به انقدر خوشخطم نوشته که اصلا هم شک نمی‌کنه که این ممکنه طرف دوز باشه یا هر چیز دیگه، ولی اینو می‌ذارن که بفهمن که شما اصلا به این ماشین سر می‌زنین تو دو روز دیگه یه روز دیگه یا نه، که دوزی خودشون اینجوری انجام بدن. اینو گفتم بگم که بازم اعتراض‌رسانی شده باشه بابت دوزیایی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته به این روش. دوزده رو نیا کن گرفتم بالا نمیاد پایین. گاز رو زارن ترکوندن. بابا گاز رو قطع کنیم منفجر نشه. بریم سراغ ویدیو بعدی، استفاده از کودکان برای سرقت. ببینیم چیکار میکنیم مادر یا حالا همدست. من خودم ویدیو ندیدم، تازه دارم با شما نگاه میکنم. آو بازم اضافه شدن. چقدر بچه اومد تو. خیلی دوست هم میدونم کی میخواد دزدی کنه. وای بچه هست هم تو شب نیا کنی دستشو، شاید اون میخواد بدوزه. یکی هم این بچه مادره این بچه رو فرستاد گفر تو اینجاره. بچه رو هدایت میکنه رسما. ای بابا چی داره برمیداره اونجا؟ اوه قشنگ تو ویترین برداشت. اینا قشنگ تو گروه همدست مشخص داد. گروه اول من سر یارو گم کرد فروشنده رو، فروشنده هم که کلا حواسش نیست. گروه دوم خیلی حرفه‌ای دارن دزدی میکنن. فکر کنم بازم میخوان دزدی کنن، انگار که ازون دلشون بازم میخواد. دیدن که این یارو اصلا حواسش نیست، بذار بشه بدزدی. خب اون که دزدی کرد رفت بیرون، قانع بود به همون که دزدید. خیلی جالب بود. نه من قبلا تو قسمت قبلی هم داشتم که بچه‌ها چطور استفاده میکنم واسه دزدی. دوستان قصد من از گذاشتن این جور ویدیو فقط و فقط اطلاع رسانی به شماست، مخصوصا اونایی که فروشنده هستن مغازه دارن، تا اینکه با روش دزدی آشنا بشن و بتونن حداقل جلوی ضررشون رو بگیرن. امیدوارم که این ویدیو به کارشون بیاد و دیگه کمتر ببینیم این چیزا رو دیگه. اونم استفاده از بچه تو دزدی واقعا یه کار درست نیستش. این بچه بعد وقت واسه 6 7 سالشه 10 سالشه، میخواد تازه بزرگ شه. فکر کن از الان بیسش اینجوری میاد بالا، خدا میدونه تا آخر دیگه چه بلایی سرش میاد. بله علائم راهنمای رانندگی رو کندن دوستانمون. تابلو رو کند به کمک هم دیگه خیلی شیک و مجلسی. خوان آهنالات خیلی به کار مثل این که میاد. من اینا رو راحت آب میکنم با اون در و با در ماشین و حتی میگم دوزیا کل دنیا اتفاق میفته. الان یه ویدیو خارجی بهتون نشون بدم. Espera, espera. Ahí échalo, que llevas, por favor. Sácalo, que llevas ahí.
Por eso, saquen lo que quieras. Miguel Pérez, bien, así de ahí. Por eso, no vas a poner condiciones. نه برای شنگفر کرده بوده الان جان باتری ماشین رو تو قایم کرده بودی اونجات بازم هست دو تا باتری ماشین قایم کرده بودی من یه دونه هم نمیتونم بگیرم دستم سنگینه خب دو تا اگه یادتون باشه من قسمت اولی که ویدیو درست کردم نشون میدیدم که بعضی از زنا چه دبه ترشی رو میذاشتن لای پاشون رو میرفتن من نمیدونم کجا قلابش میکردن خیلی ویدیو جالبی بود اینم الان باتری ماشین دیگه بعد از اون واسم خیلی جالب بود واسه گونی پسه هم داشتم فکر کنم قسمت 2 3 بود گونی پسه به اون بزرگی هم قیب میکردن اینم خودش هنری ها خب این عکس هم جالب بود ببینیم به دلیل سرقت مکرر تجهیزات شلوار توسط افراد ناشناس استفاده از سرویس بهداشتی شمالی ایسکا تا اطلاع سنامی مقدور نهی باشد خیلی اوضاع خیته گوشی که دیگه خیلی راحت چه سرعتی دقت کردین چند ثانیه اول گیج بودن خیلی از شما هم واسه من نوشته بودین که گوشی دوزی واسه تون اتفاق افتاد این حرفا و اون اولش گیج بودین خیلی خاطراتتون واسه من نوشته بودین تو ویدیو قبلی الان که دارم نگاه میکنم اینجا واقعا همین نکن گیج اصلا نمیدونن چیکار باید بکنن تازه هم دیگه نگاه میکنم برای چند ثانیه این هم یه دوزی راحت دیگه با قمه تهدید کرد دیگه آدم واقعا هر کی باشه فرار میکنم اون لحظه اوه اینا چرا نشستن سر بلوار نشستن همین الان که داشتم ویدیو نگاه میکردم داشتم فکر میکردم که اگه اومدم ایران کلا آیفونمو نیارم یه 11 تا سیف چیز بخورم بیارم دیگه ان شاء الله که این ویدیو خیلی قدیمی و الان همین چیز خیلی شرایط بهتر شده باشه توی بعد از ظهر سرقت ببینید چیکار کردم ماشینو نو ثبت شد بعد نماز امروز ما بدبخت ماشینش رو تازه خرید و قشنگ معلومه که دو سه روز ماشینش رو گرفته اومده بیرون دوری باش بزنه همون روزای اول زفت ماشین رو بردن شیشهش رو شکوندن بدبخت خدای خیلی زده حالا امیدوارم واسه هیچکی پیش نیاد این داستان عالیه با چهار تا لوله کلا دور ماشین رو احاطه کردی جوری که مثلا نبرن ماشین رو اون دوزه اگه دوز باشه بازم یه روش پیدا میکنه بره دیگه اینه که چیزی نیست برای خلاقیتی بوده باز خودش دیگه خیلی عجیبه واقعا یه ویدیو دیگه هم پیدا کردم که بازم اینم ایران نیستش فکر کنم واسه کشور عرب اطرافه بعد جالب بود ببینیم با هم دیگه یه ذره فانه اینم یه دوچرخه دزدی بعد به دوربین دقت نمیکنن الان که دوربین رو دیدن در میگردن با ماسک میان حالا چقدر طرف میدونه احمق باشه یعنی مثلا اول دیگه ویدیو ضبط نشده اصلا باور نمیشم امیدوارم که فیک باشه دیگه ولی اگه واقعی باشه خیلی دوست دارم بدونم که زری پوشی اینا چند بوده خب بچه ها میخوام یه چی نشونتون بدم یه موتور یه میاد اونجا و پارک میکنه در همگاه متحری فقط میخوام بشمارین کنن چند تو قرف زده یه موتور هر از دو میاد موتور اینجا قرف میکنه سه یکی قرفی زده به لاستیکو یه قرفی زده به گره به لاستیکو و خود این لاستیکو یه قرفی هم زده به کمک جلو و این ست قرف فقط اینجا بود یه قلفی کتابی هم داده توی گردن و آقای که شما باشین یه قلفی هم زده به این لاستیک عقبو پنجتا
باز میام اینجا یه گل زده به این نزدیکی بسوره کلان هفت و گل زده به این موتور رو هفته من ندیدم چی شد استانش. ببین بدبخت دیگه تمام سرمایش معلومه که این موتوره بود، یعنی اینو میبردن دیگه هیچی واسه عدستان دیگه نرشته، واسه همین این کارو کرده. از این طرف روش خوبیه دوزه تا بخواد همین رو کلان چیز کنه ممکن یه نفر ببینه دیگه، ولی خب چقدر کار طرف سخته دیگه، هر هفته رو فکر کن تو بعد باز کنی دوباره ببندی دوباره باز کنی. واسه خودش چی بگم، زبونم برنامه این خلاقیت اسمشو میتونیم بذاریم چیکار کنیم. بعد بخاطر ترسش این کارو کرده دیگه، ولی خیلی جالب بود. تو رد در میره بالا از پنجره میخواد بیاد تو. او داره لامپو میدوزه. وای بله لامپ در خونه رو دوزید و رفت. دو سه قسمت قبلش بودش که من خیلی ویدیو لامپ دوزی داشتم نشون دادم بهتون مغازه‌های مختلف، خیلی عجیب بود. دیگه الان مثلا داره عادی میشه یواش یواش. بریم سراغ این ویدیو آخر ببینیم چیه. اینجا یه اغذیه فروشی ساندویچیه، یه نفر رفت تو، یعنی میخواد چیکار کنه؟ یعنی میخواد دوتا بندری بدوزه مثلا؟ رفتی تو ساندویچ چی بدوزی تو؟ جان بسته باگت رو دوزید. وای به باگت هم رحم نکردن. من یادمه که موقعی که ایران بودم خیلی وقتا صبح میدیدم که بسته باگت رو میذاشتن در مغازه، مغازه روز یارو نیومده بود، اینا میذاشتن در مغازه میرفتن هیچکم ور نمیداشت. موقع یادمه اینی که میام واسه حداقل 8 سال 9 سال پیش ایناست. الان دیگه مغازه هم که بازه توش میرن میدوزن. ای بابا ناراحت کننده است این اخبار، ولی خب متاسفانه وجود داره. امیدوارم که یه جوری جلوی اینا گرفته بشه، چون خیلی ربط مستقیمی داره به مسائل اقتصادی. وقتی آدم خب برات جیبش خالی باشه اینا ممکنه این فکرها تو ذهنش بیاد و یه جوری گولشو بخوره دیگه. نمیدونم چی بگم، ولی خب قبلا در موردش زیاد حرف زدم. فقط میتونم آرزو کنم و امیدوار باشم که کمتر دیگه اینجور تصویرها و ویدیوها ببینیم و اصلا بشه آخرین قسمت ویدیو دوزی من. خب باشه رسیدیم به آخر ویدیو، امیدوارم که ویدیو واسهتون خیلی جالب و آموزنده بوده باشه و حسابی درس گرفته باشین که هدف اصلی من هستش. اگه اینجوری بود حتما ویدیو رو لایک کنین، واسه دوستاتون ویدیو رو بفرستین، نظر خودتون حتما واسه کامنت بذارین و اون زنگوله رو بزنین تا ویدیو جدید منو متوجه بشین. تا ویدیو بعدی میبینمتون.